ما در رادیو هستیم و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. به نظرم خیلی فصل مهمی است، منزل مهمی در سرنوشت انقلاب. بله، در اون سال 58 بعد از تصویب قانون اساسی و حالا دیگه نهادهای قانونی در کشور به موجب قانون اساسی باید انتخاب میشد و شکل میگرفت، اولین قدم انتخابات ریاست جمهوری بود. ساختار قانون اساسی هم که به تصویب رسیده بود شبیه قانون اساسی فرانسه بود، برای اینکه آقای دکتر حبیبی که پیشنویس اول رو نوشته بود تحصیل کرده فرانسه بود و یک رئیس جمهور بود که بخشی از اختیارات رو داشت، یک نخست وزیر بود که رئیس دولت بود و مجلس و یک دونه مجلس داشتیم. شورای نگهبان نه قانون اساسی از روی فرانسه برداشته شده بود ولی با ترکیب دیگه و اختیارات دیگه، و ضمن اینکه اون وقت در مجلس خبرگان یک ولی فقیه و رهبر هم اضافه بالا سر ریاست جمهوری گذاشته شده بود. به هر حال چند نفر از قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری میشه گفت شاید از چند ماه قبل به نوعی دورخیز کرده بودن برای اینکه بیان و رئیس جمهور بشن. به نظر من شاید بهترین کمپین رو و مبارزه انتخاباتی رو شاید بشه گفت آقای بنی صدر کرده بود، برای اینکه از چندین ماه قبل هیچ مسئولیت اجرایی نگرفته بود، از نقاط مختلف ایران دانشگاه ها و مساجد مدارس این طرف اون طرف سخنرانی کرده بود ایشون و چهره ای هم داشت که برای روشنفکرا به نظر می رسید مثلا ایشون یک دکتر شریعتی دوم، برای حزب اللهیا و مذهبی ها قهرمان مبارزه با کمونیستا و چپیا قلمداد می شد و به هر حال معلومم بود که احتمالا در انتخابات هم از همه فعالتر خواهد بود. آقای بنی صدر دوره کوتاهی هم وزیر اقتصاد و دارایی شد بعد از سقوط دولت بازرگان و دولت شورای انقلاب، در اونجا یک کاری هم کرد و اینکه بهره های بانکی رو ناگهان آورد پایین، وام هایی که قبلا هم داده شده بود به 4% و 5% و 6% کاهش پیدا کرد و عطف به ما سبق هم شد و در نتیجه خیلی کسا هم که بدهی بانکی داشتن احساس کردن که خب آقای بنی صدر که خیلی معروف بود که اقتصاددان ایشون هست معجزه کرده و هزینه رو کم کرده و به هر حال این هم بر محبوبیت ایشون اضافه میکرد. به هر حال وقتی اعلام شد که هر کس داوطلب ریاست جمهوری هست بره در وزارت کشور ثبت نام بکنه، ناگهان آقای میبودی دست کم 300-400 نفر رفتن ثبت نام کردن و چون از قبل گفته شده بود که وقت مساوی رادیو و تلویزیون به داوطلبان کاندیداهای ریاست جمهوری داده خواهد شد، یک موزلی پیدا شد. شما تصور کنید 300-400 تا آدم، خیلی هاشون بیکار، خیلی هاشون اصلا دستی در سیاست هیچ وقت نداشتن، هر کجای دنیا هم شما بگین، در همین امریکا هم بگید الان وقت رادیو تلویزیون میدیم هر کی کاندیدا بشه. نهایت من یک بار این رو در دانشگاه کرمان هم چند سال پیش گفتم، سند بیسوادی یک نسله. یعنی خود قانون اساسی رو شما بخونید، به نظر من همه بزرگان انقلاب اسلامی شرکت داشتن، این قانون اساسی رو نوشتن، سند بیسوادی یک نسل. این قانون گاهی در یک مادهش، در یک اصلش، صدرش با ذیلش تناقض داره، کل قانون پر از تناقضه، از مقدمش توش اشکال و قانون بیسوادی هست تا آخرین بندش. اون روز هم موضوعی که پیش پا قرار گرفته بود که آقا انتخابات رئیس جمهوریه، 300-400 تا کاندیداست، چی کار باید کرد، این جمعی که ما بودیم، بندم یکیش، یک نفر به عقلش نرسید که یا این مطالعه رو نداشت که بره ببینه کشورهای دیگه چی کار کردن. قوانین انتخاباتی 10 تا کشور رو نگاه کنیم،
ببینیم که هیچ کجای دنیا مردم رو محروم نمی کنن از این که برن کاندیداشن، یا یه جایی مثل شورای نگهبان درست کنن که پیشا پیش عزل کنه. هنوزم حکومت این حرف غلط رو به مردم میفروشه که شورای نگهبان لازمه، وگرنه یه عده آدم بیکاره بلند میشن تو هر انتخاباتی میان. راه حل داره، در دنیا میان میگن آقا احزاب باید بیان کاندیدا بدن، اونم احزابی که یا ائتلافی از احزابی که یه مینیمومی از صندلی های مثلا شوراهای شهر و بعد هم مجلس رو تونسته باشن بگیرن برای اینکه بیان مثلا در انتخابات. اگر کسی بگه من عضو هیچ حزبی نیستم، همینطوری میخوام بیام کاندیداشم، حق شهروندیشو نقض نمیکنم، میگن برو امضا جمع کن. یعنی کافی بود ما به این 300 تا آدمی که ثبت نام کردن میگفتیم باشه میخوای در جمهور مملکت چی، برین از هر کجای ایران 50,000 تا 100,000 تا 10,000 تا 20,000 تا امضا جمع کنید. شما که میخوای رأی چند میلیون آدمو بگیری، باید بتونی 10,000 نفر برات امضا کنن که حاضرن از شما پشتیبانی بکنن. خب خیلی از اینا میرفتن کنار. یا اینکه تازه ممکنه در قوانین کشورها یه کسی بیاد بگه آقا من نه عضو حزبی ام، نه هیچ کی منو میشناسه و من امضام نمیتونم جمع کنم، بازم حق شهروندیشو سلب نمیکنن. میگن خیلی خوب، حالا پس بیا یه پولی وسیقه بسپر، برای اینکه انتخابات هزینه داره برای کشور، و اگر برنده نشدی مثلا 10% 20%شو دیگه بهت پس نمیدیم. اینطوری در واقع خیلی کسایی که همینجوری راه افتادن اومدن، خب میرن کنار دیگه، کسی که واقعا جدیه میاد جلو و حق کسی هم سلب نمیشه. اما اون جمعی که مدیران رادیو تلویزیون وقت ما بودیم، هیچ کدوم ما نرفتیم قوانین کشورهای دیگر بخونیم. اولین راهی که به عقلمون رسید گفتیم خب حالا با اینا یه صحبتی بکنیم ببینیم چی میگن. چند تاشون هم به من رسیدن، من واقعا با دو سه نفر از این کاندیدای رئیس جمهوری حرف زدم، دو نفرشون تو ذهنم مونده. یکیشون پیر مردی بود از کرمانشاه اومده بود، بنا بود، و بنده خدا گفتش که من خیلی هم جدی گفت، من بهش گفتم پدر جان شما میخوای رئیس جمهور بشی؟ گفت بله. گفتم خب شما فکر کردی راجع به سیاست داخلی خارجی؟ یه حرفای بنده خدا زد. بعد آخرش برگشت به من گفت ببین تو این تلویزیون یه کاری نیست از به من بدین، یه جای تعمیری بخواد نمیدونم جوبی بکشم، من سیمانکاری خوب بلدم. یا یک نفر دیگه بود آقای حسین برتوند، خودش گفت دندانساز تجربی بود، و من بهشون گفتم که شما، خودش گفت به من دوستان میگن حسین برتون چون شکل ریچارد برتون است، و ایشون گفتم خب شما نطقی هم آماده داری اگر وقت رادیو و تلویزیون باشه؟ عجیبش یه کاغذی در آورد، فوراً آقای میبودی موهاش هم ریخت توی صورتش، شروع کرد با یه احساساتی هم مثل اینکه مثلا دکلمه شب شعر بکنه یه چیزی رو خوندن. و بقیه دوستانی که مدیرای بخشای مختلف بودن، چون ما تعدادی این کاندیدا رو بین خودمون تقسیم کرده بودیم یه مصاحبه بکنیم ببینیم راه حلی پیدا میشه، تقریبا تجربیات مشابهی داشتن. دوباره شورای مدیران در واقع و مدیریت شورای سرپرستی صدا و سیما دور هم جمع شدیم که چیکارش بکنیم. آقای موسوی خوینی ها اینجا گفتش که من درستش میکنم، لیست رو گذاشت جلوش و 6 نفر رو انتخاب کرد از تو اون لیست، آقای بنی صدر، آقای دکتر حبیبی، آقای صادق قطب‌زاده، صادق طباطبایی، داریوش فروهر و دکتر سامی کاظم سامی. بقیدارم خط مدنی نبود؟ مدنی؟ ببخشید، و آقای تیمسار مدنی. چرا چرا آقای مدنی هم بقیارم خط زد، 6 نفر یا 7 نفر حالا الان گفتیم، بقیارم خط زد و منتها تو این خط زدن خب مسعود رجبی هم خط زد و دیگه آدم های سیاسی هم خط زد. بعدم رفت توی نماز جمعه خطبه های سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفت آی مردم، آمریکا توطئه کرده بود که انتخابات ما رو لکه‌دار کنه، یک عده دشمن توطئه کرد، اینجوری کرد اینجوری کرد، ما جلوشو تو رادیو تلویزیون گرفتیم و اینا هم کاندیداهای رئیس جمهوری. یعنی این سنگ کج به دلیل بی‌اطلاعی از اونجا گذاشته شد که در واقع حق شهروندی سلب بشه و
سلیقه سیاسی اعمال بشه، کسایی رو هم دیگه حالا فقط تیغ متوجه مثلا یه کسایی که سابقه مدیریتی و سیاسی داشتن نشد، بلکه رقبای سیاسی هم فرض کنید مثل رهبر سازمان مجاهدین خلق هم حذف شد اینجا و شد انتخابات با این تعداد کاندیدا 7 نفر. اعتراض نکردید شما؟ نه، ما هممون عقلمون قاصر شده بود به همینقدر میرسید، یعنی فکر کردیم که خب راه حل دیگه ای نداره. خب بنابراین من عرض کردم منم یکیش در اون مقطع این مقدار دانش و آگاهی و تجربه رو نداشتیم که آقا بریم قوانین انتخابات کشورهای دموکراتیک رو بخونیم. ولی مسئله که میمونه آقای دکتر سازگار اینه که خب بالاخره یک جامعه روشن فکری بوده، شما رو هم نواندیش دینی بودن، از کشورهای دیگه آمدن به ایران و تمام قدرت رو به روحانیت واگذار میکنن، بیشون رو چرا دیگه امروز نباید معترض باشن؟ چرا همه کارها دست روحانیته؟ چرا سرنوشت یک مملکت روحانیت به دست گرفته در حالی که در این زمینه اصلا صلاحیت نداشته، اطلاع نداشته، آگاهی؟ این سکوت شما آدم رو کلافه میکنه. آقای میبودی من صراحتا خدمتتون میگم، من در مورد خودم دست کم میتونم بگم سکوت یه مقداریش هم مال بیسوادی بنده در اون دوره بوده، من اطلاعی هم نداشتم و حتی بیسوادی که نمیشه گفت، نه بیتجربگی به نظر من و بیسوادی هم، یعنی بالاخره من یک دهه بعد، درست یک دهه بعد که به خودم فرصت دادم و دیگه از کارهای دولتی اومدم کنار، فشار کار نبود و شروع به مطالعه کردم، تاریخ خوندم و حجم مطالعاتم فرصت پیدا کردم بالاتر رفت، خب خیلی این چیزها رو تازه فهمیدم. در دوره دولت آقای خاتمی که آقای تاجزاده معاون سیاسی بود، آقای دکتر رزاقی که مدیر کل برنامه ریزی وزارت کشور بود، معاون سیاسی وزارت کشور بود آقای تاجزاده، صحبت از تدوین قانون انتخابات شد، جلساتی رو گذاشتن، دیگه میشه دهه 80 در واقع، دهه آخر 70 هجری شمسی و 80، اونجا دیگه جمعی که امثال آقای دکتر بشیری هم بودن، 10-20 نفر رو جمع کرده بودن اونجا، من خودم از کسایی بودم که یه متن به اصطلاح یک پیشنهاد کامل و جامعی رو نوشتم به اون کلسیون دادم که چگونه در واقع میشه شورای نگهبان نداشت، قانون انتخاباتی نوشت که حق کسی ضایع نشه و حق شهروندی مردم برای تشکیل حزب هم محتاج اجازه دولت نباشه و این برعکس باشه، مردم باشن که با تشکل و حزبشون دولت و حکومت رو شکل بدن، نه اینکه حکومت از بالا این کار بکنه. ولی اون مقطع آقای میبودی دست کم بنده و به جرئت میتونم بگم بسیاری از همکاران بنده در رادیو تلویزیون هیچ کدوم مشکلی این فهم رو نداشتن که برای انتخابات کشورهای دیگه راهکارهای خوبی داشتن. حالا ما که قسمت رادیو تلویزیون بودیم، در وزارت کشور هم چون این فهمی بجرد نبود، اگر هم بود به نظر من کمی هم چشمشون رو بستن برای اینکه پاره رقبای سیاسی رو هم حذف بکنن. واقعا میگم ای بسا اگر همون انتخابات اجازه میدادن کاندیدای مثلا سازمان مجاهدین خلق هم بیاد شرکت کنه در انتخابات و کاندیدای کمونیست هم بیاد شرکت کنه، چریکای فدایی، حزب توده و نیروهای اجتماعی هم که به اینها میخوان رأی بدن می اومدن رأی میدادن و مبارزه انتخاباتی میشد، ای بسا پاره خشونت ورزی های بعدی اتفاق نمی افتاد. با شما موافقم. یعنی انتخابات آزاد و دموکراسی راهکار مناسبی است که به مردم وقتی آموزش داده بشه که صندوق رأی داور نهایی، احتیاج به خشونت ورزی نیست، نزاع سر قدرت میره در ترازویی که اسمش صندوق رأی و داورش هم مردمه. بنابراین چرخه خشونت از اونجا شروع میشه. چرخه خشونت اینجا در واقع به نظر من یکی از تبعات اولی انتخابات ریاست جمهوری این بود که خب با حذف یک عده رقیب سیاسی سنگی هم گذاشته شد که شاید کمتر از یک سال بعد منجر به
درگیری و خشونت و زد و خورد هم شد. دو تا سازگار صحبت از کسی بود که این تخم لغروشکون یعنی آقای خوینی ها، موسوی خوینی ها، درباره ایشون بله. همیشه حرف حدیث بسیار بوده. خب یکی از اقداماتی هم که ایشون انجام داد بردن دانشجویان خط امام بود به سفارت آمریکا، اشغال سفارت. میگفتن ایشون گرایشات چپی داره یا وابستگی هایی داره. میخوام ببینم تا چقدر این روایات درست بوده، این حرف حدیث ها. آقای میبودی، من فکر کنم قبلا هم تو همین خاطرات عرض کردم، نه طبیعتا آقای موسوی خوینی ها نه کمونیسته، نه توده‌ای، نه نمیدونم جاسوس شورویه. آنچنان که این روزها هم حتی تو جنبش سبز هم من دیدم برای شبه سازی در این طرف چهره ایشونو این اصولگراها کرده بودن یک آدم مرموز، نمیدونم عالی جناب خاکستری گفته بودن اسمشون. آقای موسوی خوینی ها روحانی است که قبل از انقلاب در مسجد جوسون دزاشیب ایشون اونجا پیش نماز بود، منبر هم میرفت، تفسیر قرآن هم میگفت و نوع تفسیر قرآن هاشو شما برگردید نگاه کنید، من نواراش اون موقع به دستم رسیده بود و تو انجمن اسلامی دانشجویان در خارج از کشور ما پخش نکردیم نوارهایشونو. تیپ تفکر فرغانیا بود. یعنی یه جور میشه گفت شریعتی زدگی یه درجه اون طرفتر، یعنی اهل تعویل و ریشو به سیبیل دوختن و سیبیلو به آسمون دوختن و به اصطلاح تفسیر خیلی خیلی مثل فرقه اسماعیلیه یا مثل مجاهدین خلق، حتی یه آبم بیشتر. خب فرغانی‌ها که مخالف بس حاکمیت روحانیون بودن. خب بله، فردا آقای خوینی ها اون تفسیراشو شما برگردی نگاه کنی، اتفاقا از پای منبر ایشون یه تعدادی اعضای فرغان در اومدن. خب یه تعدادی از بچه های قلحک و یه تعدادی از بچه های همون دزاشیب جذب افکار اون آقایی فکر میکنم جلال آشوری بود اگر اسمش رو حالا حافظم اشتباه نکنه، که او هم خودش قبلا یه طلبه بوده و شده بودن که یک سری حرفای بیمایه یا آقای میبودی سرهم کرده بودن در به اسم تفسیر قرآن و برداشت انقلابی از دین و یعنی اون خطی که دکتر شریعتی رفته بود. خب منتها شریعتی آدم باسوادتر و پخته ای بود، اینا خیلی بیسوادانه تر برده بودن به انتهاش یک اسلام خیلی انقلابی، یه جور تفسیرهای عجیب و غریب و کاملا بی ضابطه از آیه های قرآن درست کردن در خدمت تیر و تفنگ و اسلحه و به شدت هم ضد روحانیت، کاملا به شدت هم ضد روحانیت، آنچنان که با همین تفکراتشون فردای پیروزی انقلاب هم آقای مطهری رو ترور کردن، هم آقای مفتح رو ترور کردن، هم به سراغ ترور آقای هاشمی و خامنه ای رفتن و البته خب خیلی زودم دستگیر شدن و خیلی زودم همشون بریدن تو زندان و خیلی هاشون هم بعدها من شنیدم از زندان آزاد شدن، چون بچه های مسلمون بودن زمان جنگ شده بود رفتن تو جبهه های جنگ هم شهید شدن و کشته شدن. به هر حال یک گروهی بودن که به نظر من میتونه موضوع تحقیق جداگانه قرار بده. به نظرم لازمه، خیلی لازمه. ولی آقای موسوی خوینی ها در اون زمان ها به لحاظ فکری میشد گفت که رفیق احمد آقای خمینی هم بودن، نقطه قوت ایشون پاریس هم من ایشون رو دیدم، اومده بود نفل شاتو، به لحاظ نقطه قوتی که در نظام حکومتی اون روز داشت این بود که ایشون به احمد آقای خمینی نزدیک بود و خب احمد آقا هم گوش آقای خمینی دستش بود و هر نزدیکترین فرد با آقای خمینی بود و همین هم باعث شده بود آقای موسوی خمینی ها رئیس شورای سرپرستی صدا و سیما شده بود وقتی آقای قدس‌زاده رو برداشته بودن و ایشون به هر حال در ماجرای سفارت هم عرض کردم، خب به هر حال ایشون بود که دانشجوها بهش مراجعه کرده بودن گفته بود شما بکنین اجازه آقای خمینی رو من میگیرم و بعدم گرفت و آقای خمینی رو آورد پشت اون کار ناشایست و غلط.
به هر حال ما بعد از این که این قلع و غم از کاندیدا ها صورت گرفت، خب نه بذار یه سال دیگه هم دارم ازتون بعدم میرسیم. بله بله، خود شما تایید دلتون با کدام یک از این کاندیدا ها بود؟ با دکتر حبیبی بود. با دکتر حبیبی، برای اینکه من عضو نهضت آزادی ایران بودم و نهضت آزادی هم ما اون بار عرض کردم آقای مهندس بازرگان رو در شورای مرکزی که انتخاب کرده بودیم 32 نفر دور میز می نشستیم، جنگ جانانه ای کردیم و ماها رأی ندادیم آقای مهندس بازرگان بیاد و کاندیدای ریاست جمهوری بشه. و آقای مهندس بازرگان هم مرد دموکراتی بود، رأی اونجا نیاورد، پذیرفت، گردن گذاشت و نیامد کاندیدا بشه. ما البته دو تا استدلال داشتیم که مخالف بودیم. یکی میگفتیم آقای بازرگان با مجموع موج انقلابی و تندرویی که فشار آورده بود و ایشون استعفا داده بود و مردم توی خیابون شعار هم داده بودن علیه بازرگان، به او پیر خرفت ایران هم گفته بودن این مرد رو، آقای مهندس بازرگان استدلال اول این بود که رأی نمیاره و جلوی به خصوص بنی صدر که از همه موتورش روشن‌تر بود و داشت میتاخت میرفت جلو. ثانیاً دومم ما یه انتقاد اصولی هم داشتیم و اون این بود که میگفتیم آقای بازرگان انقلابی نیست و اون جمعی که در شورای مرکزی این فشار رو آوردیم بعداً به ریاست آقای مهندس صحابی از نهضت آزادی انشعاب کردیم و اومدیم اصلا حزب جداگانه درست بکنیم که اون رو هم بعداً عرض بکنم و اون هم نشد، البته نگرفت و رها شد. در این اطرافیان رجایی از تو همون شورای مرکزی نهضت بود، بعدم تو اون جمع انشعابیون نهضت. ولی دکتر حبیبی توی اگرچه عضو نهضت آزادی ایران نبود ولی در شورای مرکزی نهضت اونجا توافق شده بود که دکتر حبیبی رو کاندیدا بشه، ازش خواهش کنن کاندیدا بشه و شما پشتش نهضت هم از او پشتیبانی بکنه. خب من تا اونجایی که حالا از حرفای شما استنباط کردم در مورد اطرافیان آقای خمینی، به قدزاده بی علاقه نبودید؟ یعنی یه نوع دیدم، احساس کردم یه نوع احترامی برای او قائلی، ویژگی هایی در او کشف کرده بودید که براتون جالب بوده، البته یه عیوبی هم داشته که به چند تاش اشاره کرد. آقای یزدی بهش احساس نزدیکی میکردی چون با او شروع کرده بودید. در مورد بنی صدر احساس میکنم رابطتون زیاد با بنی صدر خوب نبود، یعنی بنی صدر رو چرا؟ والا آقای میبودی، نه من مشکل خاصی با آقای بنی صدر نداشتم و ندارم هم. ولی اولا خب ایشون عضو نهضت آزادی ایران نبود، ایشون در خارج جبهه ملی یه سوم رو درست کرده بودن و خبرنامه ارگان جبهه ملی سوم رو منتشر میکرد. ولی من واقعا چند ماه بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود، من در یک سخنرانی ایشون شنیدم که گفت جبهه ملی و تفکر ملی شرکه. خیلی خیلی من شاخ داره بردم. اینو با گوش خودتون شنیدی؟ بله 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 بله، من اینو با گوش خودم شنیدم. الان متاسفانه اون نوار رو ندارم ولی خیلی شاخ داره بردم وقتی دیدم یک کسی یه عمری جبهه ملی بوده، مصدقی بوده، اصلا ارگان جبهه ملی رو در خارج کشور منتشر میکرد و در انجمن اسلامی دانشجویان در واقع که یک سازمان همه دانشجوها توش بودن، رقابت پشت پردهی بین جبهه ملی، سازمان سیاسی که ایشون درست کرده بود و نهضت آزادی وجود داشت و ایشون کتاب کیش شخصیت رو نوشته بود، گفته بود که من اینا از روی به خصوصی، البته گفته بود از روی شخصیت قطب‌زاده و یزدی نوشتم کیش شخصیت رو، البته اونا هم گفته بودن بنی صدر آینه گذاشته جلو خودش رو خودش نوشته. و ولی آقای یعنی اختلافاتی از خارج بود، اختلاف بین آقای بنی صدر و مثلا یزدی و قطب‌زاده و اینا از خارج اومد به داخل، آنچنان که یک سری اختلافات شدید از داخل زندان اومد بیرون. سالیان زمان شاه اختلافات با مجاهدین خلق و جناح بندی ها و قطب بندی های داخل زندان شکل گرفته بود که اومدن بیرون شدن در مستر کار و با هم دعوا ها شد.
به قول یه دوستی داشتم من همون موقع به شوخی به من میگفت ببین شماها که خارج اومدین برگردیم بریم اون هم که زندانن خودمون میکنیم زندان ما بتونیم راحت زندگی کنیم و این اختلافاتتون رو برداریم ببریم. ولی آقای بنی صدر، آقای میبودی خدا رحمت کنه، دوست ما آقای مسعود شفاپی که من دفعه قبل هم اسمش رو آوردم، ایشون مسئول گروه گزارش ما بود تو رادیو، بعدن رفت در جبهه شهید شد، کشته شد. مسعود شفاپی یک مصاحبه با بنی صدر کرده بود و تو این مصاحبه در واقع هی بال به باله، با زیرکی یک کمی بال به باله بنی صدر داده بود که کتابای شما مثلا اینجوریه اونجوریه، و آقای بنی صدر تو اون مصاحبه آنچنان از موضع تفرعن صحبت کرده بود و یک جایش این جمله رو ایشون گفته، من تو رادیو وقتی نوار رو مسعود شفاپی آورد خودم گوش کردم، گفته بود که من بزرگترین متفکر قرن هستم. عجب. ما این رو رسید به دوره انتخابات ریاست جمهوری گفتیم خب نه اینو نامردی ما پخش کنیم، در واقع رادیو اینطوری جهت پیدا میکنه، این پخش نکردیم. بعدم که ایشون رئیس جمهور شد طبیعتاً پخش نکردیم. دیدید حق با من بود، بس استنباطم درست بود، گفتم تاییدتون. ولی بعدن که من دیگه مدیر رادیو هم نبودم و آقای بنی صدرم از رئیس جمهوری برکنار شده بود، شنیدم یه موقع رادیو این مصاحبه ایشون پخش کرده بود. عجب. یعنی نوارش در رادیو هست. تشکر میکنم آقای سازگارای عزیز، فوق‌العاده سپاسگزارم از شما. متاسفانه وقت ما تمام شد، حاضرم بشینم ساعت‌ها با آقای سازگارا صحبت کنم. بگذاری برای بار آینده. سپهر عزیز تشکر، تا دیداری دیگر.